با سلام و درود مجدد و تشکر از شما عزیزان. طبق روال همیشگی برنامه های کیمیا خطا باز هستن، میتونید تشبیه روی خطا و سوال های خودتون رو مطرح کنین. برای چندمین بار در این چند جلسه خدمتون اعلام کنم که کتاب سرچشمه حیات، کتابی که سالهای سال من روش دارم کار میکنم، بالاخره چاپ شد. فعلا با اینکه انگلیسیش اول شروع شد ولی فعلا چاپ فارسیش آماده است و میتونین تماس بگیرین. کتاب حدود 300 صفحه است و شامل بسیاری از پیشنهادات و پله ها و ارکان مختلف هفتگانه هستش که من تو این مدت زمان بهش رسیدم و یه مقداری هم راجع به داستان زندگی خودم که چگونه شد به این راه کشیده شدم و یه مقدار به هر حال ایلاستریشن و یا نقاشی های مختلف که مربوط میشه به اون مثال هایی که میزنیم یا زده شده در این کتاب. این کتاب اگر کسانی که برنامه شفا رو نگاه میکنین یک کلیتی از کل تمام اون صحبت هاست، البته خیلی جامع‌تر و خیلی عمیق‌تر، ولی خب اگر میخواین حدوداً بدونین در مورد چه چیزایی هست، یک آمیخته ای از مسائل مربوط به تن و جان و یا ذهن و احساسات و محیط و تغذیه و استراحت و خواب و غذا و روابط و تمام اینها رو شامل میشه و به هر حال فکر میکنم که کسانی که به خصوص شاید از نظر وقتی و یا زمانی برنامه شفا رو در تلویزیون اندیشه نمیتونین ببینین، به خصوص کسانی که در استرالیا هستن مثل اینکه برنامه شفا رو نمیبینن، این یک فرصت خوبیه که تمام این اطلاعات رو در یک کتاب بتونین تهیه کنین. کتاب یک سیدی هم همراهش میاد، سیدی که حدود 2 سال روش کار کردیم، گزینه ای از اشعار مولانا، مشیری و سهراب سپهری و اینها هستن که اشعاری که من خیلی دوستشون دارم و واقعا اینا گلچین شده و برای من خیلی پیام و معنا دارن، با آهنگای خیلی خوب در این گنجونده شده که این سیدی برای کسانی که کتاب میگیرن به رایگان در اختیار قرار خواهد گذاشت. اگر اجازه بدیم میریم سراغ خطوط. برنامه کیمیا سلام عرض میکنم. الو، برنامه کیمیا. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. سپاس فراوان از اینکه وقتتون رو در اختیار ما بیننده ها قرار میدید. خواهش میکنم. آقای دکتر، من 2 سوال دارم. یکی این که برای دخترم هستش، دخترم 23 سالشه و خیلی زیاد بدنش مو نداره ولی میخواد لیزر هیر ریمووال بکنه، آیا به عقیده شما این ممکنه ضرر داشته باشه؟ من زیاد ضرری در این نمیبینم اگر مرتب و به مراتب مختلف انجام نشه، ولی با این حال کسانی که میخوان این کار رو بکنن ما باز پیشنهاد میکنیم که یه مقداری از نظر مکمل های غذایی هم کمک میتونن بگیرن که اینا دیگه به هیچ وجه بر نگرده یا خیلی کمتر بشه، ولی من اونقدر مشکل آنچنانی درش نمیبینم. هم در مورد خودم هستش، زبون من آقای دکتر همیشه روش یه بار سفید هستش، اصلا قرمز نیست، این زبون سفیده، این دلیلش چی میتونه باشه؟ اوکی، معمولا بار روی زبون معمولا مربوط میشه به دستگاه گوارش، به خصوص احتمال زیاد روده ها و به خصوص باز به احتمال بیشتر روده بزرگ. البته خیلی خوب اگر عادت کنین که زبونتون هم همون موقعی که دندوناتون رو مسواک میزنین زبونتون هم یه مقدار خیلی به آرومی نه خیلی سفت یه مسواکی بزنین یا یه چیزایی هستش که میتونین خریداری کنین و زبون رو باهاش پاک کنین، اینو توی هلت فود استورا دارن، ولی باید مطمئن باشین که از نظر دستگاه گوارش، از نظر آنزیم ها، از نظر هضم غذا و از نظر جذب و از نظر دفع به خصوص همه چی مرتب و منظمه. و یکی دیگه این که مطمئن باشین از نظر کبد همه چی خوبه، یعنی ممکنه لازم باشه که یه پاکسازی کبد و یا یه پاکسازی روده انجام بدین که یه مقدار از این نظر بهتون کمک بکنه، ولی باید سعی کنین که سبزیجاتتون هم خیلی زیاد کنین، چیزای شیرین و لبنیات معمولا این مسئله رو خیلی تشدید میکنه. بله، لبنیات استفاده میکنم، میدونم شما مخالف هستید ولی
نمیدونم برای پاکسازی آقای دکتر باید چیکار بکنم؟ برای پاکسازی سر خود نه، اگر دوست داشتین میتونید تماس بگیرید، ما شما روی پروگرام یه برنامه خواهیم گذاشت. بله بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم. مرسی از تماس. خواهش تشکر. خواهش میکنم. مرسی از تماس. خدا نگهدار. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام از بعد است. بفرمایید. آقای دکتر من الان مدت هاست که قفسه سینم درد میگیره و این درد به پشتم میزنه. دکتر خیلی رفتم، از من آندوسکوپی کردن، از من کولونوسکوپی کردن، حتی ازم امارای گرفتن و آلتوسان کردن، پیتی هم گرفتن در نهایت. البته پیتی نشون نداد، فقط گفتش که گالبلادرت رو ما نمیبینیم، ولی okay. در نهایت به من گفتن که تو استون داری در گالبلادرت و من یه قرصی هم به اسم قرص اوموپوزولین یه همچین اسمی داره برای که البته گفتن برای اسید معدت این رو دادن به من، ولی تشخیصشون این بوده که من گالستونم استون داره گالبلادرم. حالا میخواستم ببینم که شما چی فکر میکنین و اینکه چه کار میشه کرد، اصلا من میتونم با این استون زندگی کنم یا باید حتما برم سرجری کنم؟ ببینین من خواستم برم سرجن ببینم و اپویمنت دارم دو روز دیگه با سرجن، ولی خودم حقیقتا راضی به سرجری نیستم. بله، من پیشنهادم اینه که شما اپوینتمنتتون رو حتما نگه دارین و به پیش سرجن هم برین ببینین نظرشون چیه، برای اینکه خیلی مهمه که چند تا چیز بسیار مهمه، نوع سنگ و یعنی ماهیت و کیفیتش و جاش از نظر اینکه کجا قرار داره، بهتون گفتن دقیقا کجا هست و اندازش، این سه تا خیلی مهمه. و اگر پزشکتون به شما گفتش که مسئله حیاتیه و شما موقعیت خطرناکه و باید هر چی زودتر عمل کنی، به نظر من یک سکند اپینیون بگیرین و اگر ایشون هم همین حرفو زدن این کارو بکنین. ولی اگر که گفتن نه فعلا جاش یه جوریه که حالا عملم نکردی، فعلا اوکیه، میتونی صبر کنی، یه 6 ماه یک سال صبر کنی ببینیم چه جوریه، اون موقع من میتونم بیشتر کمکتون کنم. به هر حال اگر عملم بکنین باز من میتونم کمکتون کنم، به خاطر اینکه نمیدونم میخوان فقط سنگو در بیارن یا کیسه صفرا رو کاملا در بیارن، اینا بستگی به تشخیص پزشکتون داره که تصمیمی که میگیره. این صفرا رو میخوان در بیارن، البته من هنوز با سرجن صحبت نکردم. بله. اندازه سنگم 1 سانتی متره. بله. 1 سانتی متر و من توی این ریپورتی که میبینم نوشته with the chronic نمیدونم این کلمه چیه، CHOLECYSTITIS. یه بار دیگه سپلش کنین. CHO. خب. LECYSTITIS. خب این یه التهابه. التهاب تو اون مجاریه. یه مقدار ایجاد التهاب و تورم به وجود اومده اونجا. شما الان این دردی که میگیرین تمام مدت یا اینکه دم صبح، یعنی مثلا بیشترش هم حدودای 4-5 صبح؟ نه، نصف شب مثلا ساعت 1 و 2 شروع می شد و تا 4 صبح 5 صبح درد می گرفت، به طوری که پشتم، بله همون، فکر می‌کردم یه کسی باید لگد کنه پشت منه یا بماله مرتب. بله متوجه هستم. اون وقت ولی الان حدودا از زمانی که به من این رو گفتن سعی میکنم غذامو بی نهایت بجوم، یعنی هر باری که لقمه میذارم تو دهنم 5-6 بار غذامو کم کردم از اون مقداری که قبلا میخوردم، خیلی کمتر کردم. این خیلی کمکم کرده با وجود این قرصایی که دارم میخورم، یعنی قرص اوموپوزولین به من دادن 40 میلی گرم، این رو هم میخورم، تقریبا 3 هفته است که من درد ندارم خدا رو شد. بله ببینید خب اپویمنتم رو نگه داشتم، میخواستم اپویمنتم رو نگه دارین فرمودین برم. بله دردتون یه مقدارم اگر این قرص بهتون کمک کرده به خاطر اینه که معده محیط اسیدی داره و وقتی که این غذا که خوردین و یه مقدار حالت اسیدی داره وارد اون اثنا عشر میشه و یه مقدار بایل بعد به اونجا صفرا باید اونجا بیاد و بریزه. بله و وقتی که یه مقدار این کم شده باشه
شما میتونید یه حالت درد و سوزش توی اون ناحیه اثنی‌عشرتون داشته باشین و ممکنه یه مقدار از دردتون به خاطر اونجا هم باشه. اگر میگین از ساعت 1 و 2 و 3 شروع میشه، یعنی که یه مقدار به خاطر اثنی‌عشرتون هم هست، یعنی اون دوادنام، و یه مقدارش هم میتونه به خاطر اون محله کیسه صفرا و اون بایل داکا باشه. بعد وقتی که اون ترشح نمیشه به اندازه کافی، اون چون صفرا معمولا قلیاییه و این معده که وارد اون اسیدای معده که وقتی که با اون غذاها وارد میشه اونجا یه حالت اسیدی پیدا میکنه، باید یه مقدار پنکریاتیک انزایمز از طرف لوزالمعده و یه مقدار بایل بیاد که این خونسا بشه، اسید خونسا بشه، چون دوادنوم یا اون اثنی‌عشر دیوارش مثل دیواره معده، اون مخاط معده نیست که بتونه اسیدا رو به راحتی تحمل کنه، برای همین میتونه ایجاد ناراحتی بکنه. در بعضی از مواقع وقتی زیادی هم باشه میتونه ایجاد زخم اثنی‌عشر بکنه. خیلی از اشخاصی که مثلا فرض کنین لوزالمعده‌شون زیاد خوب کار نمیکنه و یا کیسه صفراشون رو درآوردن و یا به هر حال بال و یا صفرا به اندازه کافی ترشح نمیشه، میتونن دچار بعضی موقع ها ناراحتی های زخم میگن زخم معده، ولی بیشتر اون زخم اثنی‌عشر هست که میتونه ایجاد ناراحتی بکنه به خاطر اینکه اون اسید یه مقدار بالانس نشده. و این قرص که به شما دادن این کارو میکنه، ولی کاری دیگه که میکنه اینه که به قول معروف میاد ابرو رو درست کنه، چشمم خراب میکنه، چون در نهایت دستگاه گوارش شما رو خیلی بیشتر میتونه به هم بریزه. چون حس میکنم که من خیلی دپند شدم به این قرص، باید حتما این قرص رو بخورم. بله. و به خاطر علتش که به شما زنگ زدم همین بود. شما اگر من حالا پیش این سرجن برم و ایشون بگن که حالا تو میتونی مثلا 1 سال دیگه هم صبر کنی، عالیه. اگر اون شد که خیلی خوبه، اگرم باز گفتم بعد عمل کنی، به هر در هر دو راهش من میتونم به شما کمک کنم که یه مقدار این آنزیمای معده و این پنکریاتیک انزایمز و صفراتون یه مقداری بالانس بشه، چیزایی که لازمه. که شما احتیاج نباشه که سرکوب کنین هیچ چیزی رو. این کار، این قرصی که دارین میخورین اسید معده رو سرکوب میکنه و میگم به شما یک حالت التیام میده، ولی شما رو خوب نمیکنه. یعنی فقط یه حالت هست. من بعد از دیدن این سرجن با شما تماس میگیرم. حتما، بله حتما، پیش سرجنتون برین، حتی شده 2 تا اپینین بگیرین. بعدا اگر دوست داشتین تمام این اطلاعات رو به من بدین، من هر کاری بتونم از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. هر قرصی هم میخواین کم و زیاد و قطع و چیزش بکنین تحت نظر پزشکتون، من فقط نظرم رو خدمتتون دادم. بله متشکرم، خیلی ممنون از وقتتون. خواهش میکنم، مرسی از تماستون، خدا نگهدار. برنامه کیمیا بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام عزیزم، بفرمایید. خسته نباشید. ببخشید که مزاحمتون شدم، فقط 2 تا سوال داشتم ازتون. شوهر من مریضی سیجر اپیلپسی داره. اوکی. و مدت 2-3 سال هست که این مریضی رو داره. متاسفانه دکترای اینجا این مریضی رو تشخیص نمیدادن و مدت 1 سال بود که ایشون این مریضی رو چندین بار در محل کارشون و جاهایی که دور از چشم بقیه بود این مریضی رو میگرفت و کسی ویتنس نمیشد که این مریضی رو ببینه و به دکترش بگه. شما از کجا زنگ میزنید؟ ما از خونه و همه چیزی که دکترها از ما خواسته بودن انجام بدیم تشخیص ندادن که ایشون سیجر دارن. و تا وقتی که مدت 2 سال و نیم پیش برادرش که پیشش بود این مریضی رو گرفت و ما وقتی پیش دکتر اسپشیالیست رفتیم تشخیص دادن که این سیجر داره. بعد دکترش بهش قرصای ترامادول و تگراتول داد، چون که یه سری انقدر که افتاده بود در مرض این مریضی کمردردهای خیلی شدیدی میگرفت و چند بارم از لدر افتاده بود و خیلی کمردرد شدیدی داشت. دکترش بهش قرص ترامادول داد و تگراتول برای این مریضی که بتونه جلوگیری کنه، ولی متاسفانه این افتادن ادامه داشت و ما هر دفعه که پیش اسپشیالیستش میرفتیم قرصاشو بیشتر میکرد. اولش 500 میل مینداخت برای تگراتولش، بعد شد 1000،
و دیدن که اصلا هیچ اثری نمیکنه، فعلا در حال حاضر قرصاشو عوض کردن به قرصای کیپرا که قرص 1000 رو میندازه at the moment، ولی بازم این قرصا اثر نمیکنه. الان حدودا یک ماه و نیمه که این مریضی رو نگرفته، ولی همیشه توی خواب میلرزه، حرف میزنه، حالتی که همون سیجه رو میگیره. من خودم دوبار این حالت ها رو دیدم و واقعا خیلی وحشتناکه. تو خواب هم همون مریضی ها رو میگیره. من نمیدونم حالا این قرصاش هستش که تاثیر گذاشته یا اینکه واقعا تاثیری نذاشته، تو خواب داره این سیجه رو میگیره. ما با دکترش صحبت کردیم ولی فقط میگن که قرصاشو بندازه. من واقعا نمیدونم که چیکار کنم. خیلی شما از کجا تماس میگیرید؟ ناچاره، برای خودش هم خیلی سخته عزیزم. قرصاشو یه موقع های نمیخوره، باور نمیکنه که این مریضی رو داره. خانم عزیزم بهش میگه درایو نکن، ولی بازم یه موقع های درایو میکنه. یعنی نمیتونه به خودش بقبولونه که واقعا این مریضی رو داره. من یه بچه کوچیکم دارم، یعنی همیشه به خاطر اونم که شده بهش میگم که به خاطر بچه‌مونم که شده باید این قرصاتو بخوری و خوب بشی، ولی این باور داره که هیچ وقت نمیخواد خوب بشه، چون که این قرصا هیچ کدوم تا حالا اثر نکرده. و من میخواستم بدونم واقعا شما چه دارویی دارید، یا واقعا نمیتونم چی کار کنم براش، یه جوری میشه عمل کرد یا واقعا چی کار میشه کرد با این مریضش؟ از کجا تماس میگیرین شما عزیزم؟ از استرالیا هستم. استرالیا. شغل شوهرتون چیه؟ شوهرم نقاشی میکرد، ولی الان مدت 8 ماهه که من دیگه نذاشتن سر کار بره و الان در حال صورت توی کالج درس میخونه که کارش سبک‌تر باشه بعدن، که دیگه وقتی که سیجر میگیره لاغل دیگه از بالای نده نیفته. دقیقا. این چون خیلی مهمه. کارشون کار رنگ و اینها هست دیگه، فرمودی نه؟ بله کار رنگ بود. خب بله، الان خیلی وقته که نرفته. میگم یه بله شنیدم. ماهی میشه که داره درس میخونه. اون وقت فرمودین برادرشون هم یه همچین مشکلی رو دارن، یعنی تشخیص دادن براشون. برادرشون وقتی که ایشون افتادن و شروع به لرزش کردن، برادرشون دیده که این مریضی رو دارن و وقتی به دکترشون توصیف کردیم گفتن که این مریضی سیجره. اوکی، متوجه شدم. ببینین از نظر پزشکی که چی کار میشه برای این کار کرد، اون از حیطه من کاملا خارجه و شما باید به متخصص رجوع کنین. حتی اگه شده یه متخصص خیلی خوبی دیگه پیدا بکنین که شاید از نظر داروهایی که میدن یه مقدار مطالعه بیشتری بدن، انجام بشه روشون و ببینن که چی براشون بهتره. از نظرهای دیگه ببینین، این مسئله پزشکی و مسئله ژنتیک بودنش رو من کاری نمیتونم بکنم، ولی کمکی که من میتونم بکنم برای خیلی از عزیزانی که خب این حالت و این ناراحتی‌ها رو دارن، میتونیم یه مروری از زندگیشون انجام بدیم، غذاهایی که میخورن، استرس لولایی که دارن، روابطشون، و شاید اگر که یه چیزایی باعث آلودگی شده، و چون معمولاً بیماری‌ها همه از آلودگی به وجود میان، منتها وقتی که ما از نظر ژنتیکی مستعد یه سری بیماری باشیم، وقتی که سیستممون آلوده میشه بیشتر اون بیماری هایی که خیلی بیشتر بهش مستعد هستیم خودش رو شکوفا میکنه. و چون شوهر شما احتمالاً به احتمال خیلی قوی از نظر ژنتیکی مستعد یه همچین بیماری هستن، شاید یه مقداری از روش زندگی هایی که دارن، حالا شاید استرسش، شاید غذاشون، شاید مثلا میگم نمیگم شاید مشروبش، شاید سیگار، شاید مواد مخدر، شاید نوع غذای خیلی اشتباه، اینا میتونه خیلی این مسئله رو تشدیدش بکنه، و یا اینکه اگر روش زندگی خیلی سالم داشته باشن میتونه این مسئله رو بسیار تخفیف بده. این کمک رو من میتونم براتون بکنم، ولی حتما به نظر من یه متخصص دیگه پیدا بکنین که یه نگاهی به این مسئله بکنن و شاید داروهاشون رو یه مقدار اجاز کنن، و یا شاید داروی بهتری بدم، کاری به من نداره اصلا. ولی اگه خواستین من میتونم تا اونجایی که در توانم هست یه صحبتی باشون داشته باشم، یه مشاوره انجام بدیم و شاید یه کمک هایی بتونیم بکنیم که درصد این بیماری رو بسیار کمتر بکنه.
لطف میکنید. والا من اولش که این مریضی رو ما فایند اوت کردیم دکترش یه نفر دیگه بود و ما زیاد باهاش حرفی نبودیم، به خاطر همین من خودم گشتم و یه دکتر خیلی بهتری پیدا کردم که حتی مدرکش رو از آمریکا گرفته و مستر این نیورولوژیست رو داشت و پیش اون الان میریم. دکتر خیلی خوبی هر پر دفعه میشینه قشنگ براش توضیح میده همه چی رو. okay. داروهاش هم اون عوض کرده. okay. ولی بازم یعنی میگه که فقط باید این داروها رو بخوره که بتونه استفاده کنه. خیلی خوب متوجهم. شوهر من خیلی استرس همیشه برای هیچی خیلی حس میخوره، یعنی بله ببینید دقیقاً شاید توصیف کنم، همیشه من ترای میکنم که بهش بگم مثلا میدونی برای چی الکی این هرس رو میخوری، استرس نباش، به خاطر اینکه واقعا میدونم که هر وقتم که استرس بوده و خیلی خسته بوده بیشترش. این مریضی رو گرفته. دقیقاً. یعنی خیلی وقت شده که مثلا زیاد جلوی تلویزیون نشسته یا کار خیلی زیادی کرده و یهو میبینی این مریضی رو میگیره و واقعا حرف شما درسته، از استرس من میدونم که 80% از استرسه، ولی چجوری میتونیم جلوی اینو بگیریم؟ بله. خودمونم موندیم واقعا. نه اونو من میتونم کمکتون کنم تا یه حد خیلی زیادی، وقتی که خوابشون و استرسشون یه مقدار زیادی خوب بشه و از نظر رژیم غذایی ایشون روش زندگیش اگر خیلی بهتر بشه، درصد بسیاری میتونن نتیجه بگیرن و کمک بشه بهشون که اون داروهایی هم که میخورن یا کاری هم که پزشکشون براشون میکنه نتیجه بهتری رو بده. شما تماس بگیرین با مطب، یه قرار ملاقات تلفنی بذارین، من حتما در خدمتتون خواهم بود. شماره آفیستون تماس بگیرم؟ بله بله با شماره آفیس. مرسی از تماستون. خواهش میکنم. شما هم همینطور. خدا نگهدار. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام دکتر. سلام از بنده است. بفرمایید. باز بخوام من حسن تونتون میزنم سرمونو میفهمون وقت تلف نکنین. من در حدود 8 سال پیش دونه بایپاس داشتم، اوپن هارت سرجری، و از همون موقع حس میکردم یه خورده اون پای چپم کرگ ازش در بردن برای قلبم، سرد بود. okay. حالا الان 2-3 ماه این برفه، خیلی سرده، نمیدونم چیکار کنم. یعنی مال اونه که رگ نداره؟ امکان داره. بله امکان داره، البته اینو پزشک جراحتون خیلی بهتر میتونه نظر بده و توضیح بده. رنگ اونو ندیدم که جا، من 8 سال دیگه بعد از عملم رنگ اونو ندیدم که سوالی بکنه. آها احتمال خیلی زیاد داره که به خاطر اونه. بله احتمال خیلی زیاد. راستم گرم ها، فقط پای چپم سرده. بله همون جایی که این رگ رو در آوردن ازش. نه بله پایین اون مثلا رگ از سر قوزک پام در آوردن، من کف پام و انگشته پام مثل برفه. بله من متخصص این کار نیستم ولی احتمال خیلی زیاد میدم که به خاطر اون باشه. چند سالتونه شما الان؟ 75 سال. بله شاید یه مقداری از مکمل‌های غذایی چیزایی می‌خوری مثل روغن ماهی یا اینجور چیزا؟ اصلش بله، الان در حدود 3 ماه هم هست، نخواستم زیاد حرف بزنم. 3 ماه موهای سرم می‌ریزه و شب تا صبحم خواب نمیره. خب اینا رو بعد یه مطالعه بشه ببینیم علتش چیه. خستگی داره، پا و مو و خواب و همه چی به هم ربط داره. هیچ چیزی در انسان هیچ گونه دو علامتی که از خودش بروز میده بی ربط نیست. حالا شاید مستقیما به هم ربط داره، شاید به صورت غیر مستقیم. ولی تمام موام داره میریزه، نمیدونم چیکار کنم. کجای جلوی سرتونه یا همه سر با همه؟ همه سرم. مثلا معذرت میخوام، من یه بروز کف آشپزخونه یا حال یه جایی میزنم اشغال خونه، فقط موی سر منه. اون وقت شما آزمایش خون کی دادین آخرین بار؟ بس که 8-9 ماهه. هیچ وقت کم خون نبودین؟ اون هست. کم خونین. اوکی. یه مقدار امکان داره به خاطر اونم باشه. شاید اون وقت قرص آهن و اینا میخورین؟ چی میخورین؟ قرص آهن نه، فقط زینک برای موام میخورم. نه 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 نه. ویتویل برای باز موام میخورم، به خورده کم خونیم. و یه قرص یه کپسول به نام شنمن برای موام میخورم. اون وقت این زینک رو کی به شما داده؟ خودتون سر خود یا اینکه رفتین پزشک به شما داده؟ خودم سرخو. نه عزیزم این زینک میتونه یه مقدار شما رو حتی کم خونترم بکنه. شما شاید احتیاج به یه مقدار قرص آهن طبیعی غذایی دارین. از کجا تماس میگیرین؟ مریلند.
اگر محبت کنین تماس بگین با آفیس ما، من میتونم کمکتون کنم تا یه حدی، نمیدونم چقدر کامل ولی فکر میکنم بتونم. این قرصا رو سر خود نخورین خواهش میکنم. برای ریزش مو میفرمون؟ برای نه، هم سردی پاتون هم ریزش مو و به طور کلی تمام این مشکلاتی که فرمودین. خب حالا میدونم که شما همیشه امیدواری به ما ها میدین، ولی چن فکر میکنین چیز سردی پام چیز بدیه؟ من والا هیچ وقت برچسب نمیزنم رو چیزی که بد یا خوب باشه. میدونم بد به چه حسابی خوب چی، من اصلا هیچ وقت صلاحیتی ندارم که بگم چیزی تو این دنیا خوبه یا بد، اصلا هیچ وقت نمی کنم. ولی وقتی که راه چاره داره و میتونیم یه کاری بکنیم که بهتر بشه، چرا حالا فکر کنیم خوبه یا بده؟ بهتر یه کاری براش بکنیم حالا خوبه یا بده. به هر حال خوب نیست دیگه، خب وقتی کف پاتون سرد میشه میخواین یه کمی بهتر بشین که راحت‌تر بشین، برای همین بهتر یه قدمایی برداریم که شاید حالتون بهتر بشه. درست میفهمم. تماس بگیرید، من هر کاری از اصلا بر بیاد به روی چشمم. خیلی ممنون. قربان شما. خدا نگهدارتون عزیزم. خدافظ. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام آقای دکتر قربان. سلام. من از تگزاس زنگ میزنم. بفرمایید. بعد یه سوال دارم در مورد اسید ریفلاکس. اوکی. من چند ساله که اسید ریفلاکس دارم. اوکی. آفنان قرص خوردم، قرصای الان اسفکس. منتها چون میدونم که این قرصا خودشون ساید افکت دارن، من یه مدت خوردم یه مدت نخوردم، دوبارم ایجیدی دادم. لاست تایمی که ایجیدی دادم اکتبر پارسال بود و چیزی ایجیدی من نشون نداد. اوکی. ولی الان حدود شاید 2 تا 3 ماهه که یه حالت خیلی بدی به من میاد، از گلوم شروع میشه تا توی معده‌ام و بعضی موقع هست بعضی موقع نیست، مثل این که توی معده‌ام یه چیز خیلی آتیشه اصلا یا اسیده که میجوشه و همینطور از توی گلوم شروع میشه، یا بعضی موقع ها که صبح مثلا من چای میخورم این چای رو داغ میشه، با اینکه اصلا زیاد داغ نیست خیلی زیاد حس میکنم مثل اینکه روی یه زخمی یه چیز داغ میریزم. یه حالت خیلی بدیه و برای همین تصمیم گرفتم با اینکه هنوز حتی 1 سالم نیست برم دوباره ایجیدی بدم و دیگه هارتبرن واقعا ندارم، حتی میگم این قرصا رو مرتب نمیخورم، ولی این حالت به خصوصی که میشم که بعضی موقع از گلوم شروع میشه all the way توی مریم هست تا میدم، بعضی موقع هم سر میدم مثل یه حالت خیلی بدیه. بله متوجه. میره ممکنه 2 روزم اصلا نشم ولی ممکنه یه روز چندین بار بشم. میخواستم ببینم نظر شما چیه. شما اولا از یه چیزایی باید شدیدن دوری کنید، یکی مواد قندی و شکریه، یکی مواد مرکبات مثل لیمو و فلان این چیزا، یکی کافئینیه یعنی مثل قهوه و چای، شاید از همه بدتر برای شما همین کافئین باشه، کافئین برای شما خیلی بده، یکی مشروبه که احتمالاً نمیخورین، الکل و اینا نمیخورین. نه خیر من اصلا مشروب نمیخورم. یکی دیگه از مهمتریناش استرستونه و 2 تا چیز رو باید چک کنین، یکی برای اون میکروب اچ پایلوری حتما یه آزمایش بکنن براتون به نظر من، و به غیر از اونی که برای میکروب اچ پایلوری شما رو چک بکنن، شما اون دریچه یه که سپینکتری که مری رو به معده وصل میکنه اونم بعد براتون چک کنن. هیچ وقت بهتون نگفتن این دریچه شل شده یا چیزی، یا اینکه همچی چیز بهتون نگفتن هیچ وقت؟ نه خیلی، ولی من بعد از اینکه توی اکتبر ایجیدی کردم به هم دکترم گفت توی دیسمبر رفتم یه تست کردم، یه دونه تیوب از روی راه بینیم کردن توی اسافگسم. okay. و توی یه آمپولایی آب میدادن میخوردم و روی مانیتور پرشر اسافگسم رو نگاه میکردن که بعد جوابش اومد که یه مقدار ماهیچه های همین مری من شل زیاد قوی نیستن. بله شل شده. شما بعد حالت اسپازم هم دارین اینجا توی این گلوتون؟ نه
واقعا نه، اصلا این حالت خیلی برای من جدیده. اوکی. و منو خیلی زیاد بادر میکنه. متوجهم. چقدر استرس دارین الان؟ استرس یعنی تو این مثلا 4-5 ماهی بیشتر از قبل شده؟ بله خیلی زیاده، هیچ وقت اینطوری نبودم. اوکی. بعد شما اگر چیز ترش بخورین اذیت میشین یا نه؟ واقعا من نمیتونم بفهمم. بعضی معلوم مثلا من اولا خیلی حساسی غذا میخورم، شیرینی جات اصلا نمیخورم. در ضمن غذای سرخ کردنم برای شما خیلی بده. غذای سرخ کردن، سرخ کرده اونم یکی از چیزایی که اصلا نو نو برای شما. ولی به من بگین آیا هوس مزه ترش رو میکنین هیچ وقت؟ اصلا. اوکی. هوس مزه شیرین رو میکنین؟ واقعا نه، من اگه یک سالم شیرینی نخورم هیچ وقت. نه شیرینی نه ترشی؟ نه اصلا. اون وقت وقتی که این حالت رو دارین آب که میخورین بدتر میشین؟ نه خیر، اتفاقا بهتر میشه. خیلی فهمیدم الان که اگه مثلا یه آبی که روم تمپرچره وقتی این حالت شروع میشه، وقتی میخوریم بهتر میشه. یه کمی آب میخورم انگار آرومش میکنه. یبوست ندارین؟ اصلا هیچ وقت نداشتم. اون وقت غذا که میخورین معدتون نمیاد جلو نفخ و گاز و بادگلو و برپ و بلچ و این چیزا داشته باشین؟ خیلی بعضی موقع توجه کردم، فکر میکنم بستگی به نوعی که غذایی که دارم میخورم خیلی کم. بعضی موقع دیدم که نفخ کردم. نون که میخورین چی؟ نون میخورین حالتون بدتر نمیشه؟ نه خیلی، من نون هویت میخورم حتما و خیلی کم صبح. نه خیلی. اوکی. احتمالاً یه سری دایجستیو انزایمز بهتون کمک میکنه. شما یه کاری کنین، هر موقعی که این حالت میشین، البته حتما پزشکو برین بگین چکتون کنن از همه نظر، ولی هر موقعی که این حالت میشین سیب زمینی رو بگیرین، سیب زمینی خام. خوب ارگانیک باشه خیلی بهتره. با پوستش خوب بشورینش، جوسش رو آبش رو بگیرین و همون لحظه بنوشین و ببینین که این حالت چقدر بهتر میشه. و یک بارم با کلم این کارو بکنین، با کبج. بله. و من فکر میکنم سیب زمینی بیشتر بهتون کمک میکنه، ولی هر دو رو امتحان کنین و اگر بتونین به من زنگ بزنین بعدش بگین بهتر شد نشد، چند درصد بهتر شد، بعد من میتونم قدمای بعدی رو بهتون بگم که نظرم چیه. ولی احتمالا شما یه سری آنزیم هضم و جذب غذا میخواین. گوره خونیتون چیه شما؟ من فکر میکنم اوی منفی هستم. اگر من بخوام یه دونه حدس بزنم که مشکل شما چرا انقدر شدید شده، بیشتر از هر چیزی من استرستون رو بلیم میکنم. چی ما؟ استرس. فشار عصبی، استرس. عصبی، استرس. البته میگم پیش پزشکتون برین، این کاری هم که گفتم امتحان کنین، ولی من فکر میکنم که اگر لول استرستون رو کم بکنین این مسئله خیلی خیلی بهتر خواهد شد. ولی حتما چکم بکنین که همه چیزا رولات بشه. بله. بعد این سیب زمینی که گفتین آبشو بگیرم، من میتونم مثلا با خودم آبشو ببرم؟ یعنی نه نه باید همون لحظه بنوشین. ویتامین یو بهش میگن، یه چیز داره به نام ویتامین یو، همون لحظه، اگر نه اصلا اون اثر رو نداره. باید همون لحظه بنوشین هر دو رو، یعنی باید قطره های آخر که داره از جوس وارد میشه همون لحظه بنوشین، اگر نه بریزین توی باطل و بعدا بخورین اصلا اون خاصیت رو نداره. یه کمی آرومتون میکنه ولی اون خاصیت که من میخوامو نداره براتون. بله. خب پس فقط اونو کارو من میتونم موقع ویکند بکنم که خونه هستم؟ اگر بله، یکی دو فقط امتحان کنین که به من بتونین بعدن یه فیدبکی بدین، من ببینم که چیکار میتونیم براتون بکنیم. بله مرسی، یک دنیا ازتون ممنونم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. مرسی هستم استاد. خدا نگهدارتون. برنامه کیمیا بفرمایید. الو سلام آقای دکتر. سلام از بنده است، بفرمایید. انشالله خدا همیشه شما رو حفظ کنه که دانشتون رو شیر میکنین با مردم. مرسی عزیزم، لطف دارین، بفرمایید. آقای دکتر من وقتی صبح بلند میشم یا اگر مثلا نصف شب بلند شم دهنم تلخه.
دیورینگ مثلا روزای توی روزم نه بگم همیشه، ولی بعضی مواقع چطور بشه بعضی مواقع تلخ دهنم. چند وقته که اینجوری هستی؟ من الان فکر میکنم 7 ماه 6 ماه 7 ماه اینا هستم، یعنی الان واقعا پی اتنشنم، یعنی اتنشن توجه کردم، فکر میکنم 6 ماه 7 ماه اینا هست. اوکی، اضافه وزنم دارین؟ من 169 هم و 68-67 کیلو هم. خب خیلی اضافه نداریم، ولی اون یه ذره اضافه وزنتون به احتمال خیلی قوی دور شکم و پهلوهاتونه. شکمتونه. اوکی، اون وقت شما چقدر غذای سرخ کردنی میخورین؟ من زیاد سرخ کردنی نمیخورم. آجیلالات و تخمه و تعدیق و چیپس و اینا چی؟ نه زیاد. آیا آدم عصبانی هستین نسبتاً؟ عصبی هستم. چقدر آب میخورین در روز؟ آب سعی میکنم 6-5-4 بعد، یعنی هی کم شد که 6-5-4 بعضی موقع 4 تا لیوان، بعضی موقع 6 تا لیوان، اینطوری هم نه اینکه مثلا حتما 8 تا لیوانمو بخورم، نه. اوکی، ببینین یکی از میخوام بعضی روزا کمتر. یکی از مهمترین بعد کیسه صفراتونو که در نیاوردین؟ نه. یبوست هم دارین یا نه؟ آقای دکتر نمیتونم بگم خوبم، یه روز شکمم کار میکنه یه روز نمیدونی کار نمیکنه. به احتمال خیلی قوی، نمیگم 100%، به احتمال خیلی قوی این مشکل شما از کبدتونه. یعنی تلخی دهان معمولا یه رابطه بسیار مستقیم با کبد داره و مصرف آب باید زیاد بشه، مصرف سبزیجات باید زیاد بشه. اگر بتونی روزی 2 لیوان، 1-2 لیوان. چند سالتونه شما؟ من 46 سالمه. اون وقت عادات ماهانتون اینا مرتبه؟ بله. اوکی، از نظر پریود و اینا مشکلی ندارین؟ نه آقای دکتر. اوکی، اون وقت این عصبی بودنتون و عصبانی بودنتون نسبت به یه موضوع به خصوصیه، یا اینکه یعنی مثلا تو این 7-8 ماهه یا این یک سال اخیر نسبت به یک موضوع خیلی به خصوصی یا شخص به خصوصی عصبانی شدین، یا اینکه به طور کلی آدم عصبی هستین؟ به طور کلی آدم عصبی هستم آقای دکتر. اوکی، شما مصرف آبتون رو زیاد کنین، مصرف آب سبزیجاتتون رو روزی 1-2 لیوان به خصوص هویج، کرفس، خیار و چغندر به خصوص استفاده کنین. سرخ کردنی نخورین. آقای وارتان میگم وقتمون تموم شده، من اینو سریع بهتون بگم، سرخ کردنی و لبنیات و تعدیق و چیپس و آجیلالات رو بذارین کنار کاملا. شبا دیر وقت غذا نخورین و غذای سنگین شبا نخورین. من 8 وقت غذا نمیخوام آقای دکتر. اوکی، این چند تا کار رو بکنیم، بعد از یه هفته 7-8-10 روز ببینین چقدر بهتر میشین. یه تماس با آفیس ما بگیرین، شاید لازم باشه یه 2-3 تا ساپلیمنت هم بدیم که یه پاکسازی براتون انجام بشه. باشه آقای دکتر، مرسی از تماستون. مرسی از شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، وقت ما تموم شد. اگر که مایل به گرفتن کتاب سرچشمه حیات هستین، با این شماره هایی که روی صفحه تلویزیون میبینین، البته نه شماره استودیو، 2 تا شماره پایین برای مطب ما و اونایی که در ایران هستین، تماس بگیرین که این کتاب همراه یک CD که اشعار مولانا و فریدون مشیر و غیره رو انتخابای خودم با یه مقدار آهنگ دکلمه هستش با صدای خودم که همراه این کتاب میاد، میتونین تماس بگیرین. حالا انشالله کتاب به دست خودم هم که رسید میارم توی تلویزیون نشونتون میدم. برنامه های کیمیا روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، تکرارش فردای اون روز یعنی 3 شنبه‌ها و جمعه ها ساعت 7 بامداد. برنامه های شفا از طریق تلویزیون اندیشه ساعت جدید 4 شنبه‌ها ساعت 10 بامداد، 4 شنبه شب‌ها ساعت 10 شب و 1 شنبه‌ها دم صبح، یعنی صبح زود 1 شنبه‌ها نصف شب تقریبا ساعت 1-3 بامداد. تا برنامه های تشکر میکنم از خانم جاله در اتاق فرمان و آقای وارتان برای کارگردانی فنی برنامه. تا هفته آینده یا تا پنجشنبه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و برای تک تکتون آرزوی سلامتی روز افزون دارم. خدا نگهدار.